دوروبر خودتون رو نگاه کنین. چند تا وسیله اطراف شما به اینترنت متصلن؟ احتمالاً یکی دوتا، نه؟ مثلا تبلت یا کامپیوترتون، تلفن هوشمندتون و حالا دیگه خیلی طرفدار وسیله‌های جدید دیجیتال باشید، مثلا تلویزیون یا ساعت هوشمندی که تازه خریدید. خیلی از وسیله‌های دوروبر ما همین الان هم امکان اتصال به اینترنت دارن. مثلا همین چراغ اتاق رو میتونید تنها با یه اپ از روی تلفنتون نورش رو کم و زیاد کنید یا رنگش رو تغییر بدید. در خونه رو قفل کنید، پنجره ها رو باز و بسته کنید، کولر یا شوفاژ ها رو از 1000 کیلومتر اونورتر هم زیاد کنید یا کم کنید. همین الان خیلی از خونه ها سیستم های حفاظتی دارن که از طریق اینترنت اتوماتیک مثلا تلاش برای ورود غیر مجاز به خونتون رو به پلیس گزارش میدن. دو سه تا شرکت بزرگ دوربین هایی ساختن که شما میتونید زمان مسافرت داخل خونه رو کنترل کنید. گلدون های متصل به اینترنت میتونن برای ماها گل ها رو بدون حضور صابخونه آب بدن. این یه لیست واقعا بزرگ از وسایله. همین الان در دنیا حدود 15 میلیارد دستگاه مختلف به اینترنت وصل هستن. حالا بیایید به یه روزی فکر کنیم که همه چی واقعا به اینترنت وصل بشه. وقتی میگم همه چیز، واقعا منظورم همه چیزه. مثلا آشپزخونه. یه هفته قبل از اینکه روغن، پیاز، برنج تموم بشه، ظرف اینترنتی حاوی مواد غذایی خودش اتوماتیک همه مواد لازم هفته بعد رو از فروشگاه آنلاین خرید میکنه. همین الان قول اینترنتی آمازون دکمه الکترونیکی دش رو ساخته که خودش هر جنس مصرفی از چای، قهوه تا پودر لباسشویی، تیغ ریشتراش رو وقتی تموم میشن برای شما خرید میکنه. اینترنت همه چیزه، فقط مختص مواد مصرفی یا کم و زیاد کردن نور و حرارت نیست. سرویس های آنلاین درمانی میتونن شبانه روز مثلا نبض یا ضربان قلب بیماراشون رو کنترل کنن و به محض اینکه کمترین اختلالی در فرد تحت مراقبت مشاهده بشه اونو به بیمارستان بیارن. یا مثلا تگ های وای فای و جی پی اس که موقعیت اشیا رو روی موبایل و یا کامپیوترتون نشون میدن، باعث میشن که دیگه هیچ چیزی رو در دنیا گم نکنید. از کلید خونه گرفته تا کنترل تلویزیون تا حیوان خونگیتون که خیلی راحت میتونید اونها رو پیدا کنید و اعصابتون دیگه خورد نمیشه. دنیای آینده دنیای اینترنت چیزها یا اینترنت آف ثینگز است. مسیری که همین الان هم شروع شده و احتمالاً به عقب برنمیگرده.